به نام خداوند مهرگستر، حکیم جهان آفرین دادگر. سلام دوستان، میخواهم فلسفه‌ام را با عرفان مبتنی بر آرامش معنوی ترکیب کنم، بلکه دنیا را برای انسان‌های ظاهراً بی هدف بهتر تعریف کنم. میدانیم که منبع تمام فعل و انفعالات دنیا انرژی است، لیکن حقیقت آن است که در این دنیا آگاهی است که کار می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به عصر که انسان‌ها همه در زیانند مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و نیز صبر و شکیبایی دعوت می کنند. عزیزان، شاهدید که زمینه جهان تاریک است، در حالی که ستارگان فراوانی در آن می درخشند. این نورها از کجا می آیند و این میان ما که هستیم؟ هر انسانی حکم یک چراغ گردسوز را دارد که اگر جسمش بدنه چراغ باشد، عمرش فتیله آن است و تکلیف انسان آن است که بسوزند تا خوب نور دهد. نوزادی که فتیلهش تازه و نو است، وقتی شروع به سوختن می کند گریه می کند تا دیگران به او رسیدگی کنند. این سوختن طبیعی است. وقتی می خندد همه دورش می کنند، با او حرف می زنند، بازی می کنند و به او آگاهی می دهند. این چراغ گردسوز به واسطه نفت جانش کم کم شروع می کند به نور دادن و البته تا وقتی که عنان فتیلهش دست دیگران است، طوری و در سطحی نور می دهد که دیگران می خواهد. وقتی به خودش می آید و می فهمد یا حس می کند که در این دنیا کاره ای نیست، در حالی که فتیله عمرش در حال سوختن است، واکنش نشان می دهد. یا بد می سوزد، زرد می سوزد و دود می کند که خریداری ندارد، یا خوب می سوزد، آبی می سوزد و پر نور می شود که در آن صورت توجه دیگران را بیشتر جلب می کند. این دیگران که هستند؟ کائنات است، ملائک هستند، فرشتگانی که برای کار در کیهان به نور نیاز دارند. انسانی که بد می سوزد، ناسپاس و بدزبان است، شیاطین هم با اکراه به سراغش می روند، چون فقیرند، وگرنه آنها هم چراغ‌های نورانی و گرانبها را ترجیح می‌دهند. ولی به شکر خدا ملائک هم تواناترند و هم بیشترند و انسانی که فتیله عمرش خوب می‌سوزد و پرفروغ است، ملائک بیشتری دورش می‌کنند و چراغ جسمش را به حرکت در می‌آورند و با نورش در دنیا کارهای نیک و شایسته انجام می‌دهند. بنابراین فهمیدیم که آگاهی نوری الهی است که جسم انسان را که نوعی چراغ گردسوز است و جان او را که فتیله عمر است روشن نگاه می‌دارد و ملائک به وسیله نور این انسان در کائنات به حرکت در می‌آیند و این نورا که می‌تواند از جنس شکرگزاری، نماز، مراقبه، پندار نیک و ایده‌ها و طرح‌های خوب باشد را به اعمالی تبدیل می کنند که در عالم موجب آثار مثبت فراوان می شوند. و این گفتار و کردار صالح است که در این دنیا برای انسان باقی می ماند و باقی و تو صالحاتی هستند که در نهایت تولید آگاهی می کنند و آگاهی می شوند. امیدوارم که انشالله جان کلام را گرفته باشید تا اگر در نظرتان درویشی بیچاره‌ای دیدید، دیگر نگویید فلانی برای چه زنده است، برای آن که بسوزد، برای آن که نور دهد، برای آن که ملائک پروانه‌وار دورش بگردند و تولید خیرات کنند. تا درودی دیگر به